تصور کن رفیق صمیمیت سر بازی ماینکرافت، اونم به خاطر یه سرور تو رو بکشه. خیلی میتونه ترسناک باشه. یعنی واقعا سر ماینکرافت شما این کارا رو انجام میدین؟ پشما. یا مثلا وقتی داری پابجی بازی میکنی انقدر از دست عصبانی بشه که با یه دونه کلت یه تیر بزنه پس کلت که صدا طالبی بدی. یا بازی های مولتی پلیری مثل فورتنایت یا ولورانت یا خیلی بازی های دیگه ای که خیلی میتونن جذاب باشن و البته خطر آفرین. اومیکسن دوستان، به کانال من خیلی خوش اومدین. امروز میخوام براتون 5 تا داستان بگم که 2 تاش واقعیه و 3 تاش کاملا مزخرفه. از هر 3-4 تا چرت و پرتی که میگی 2-3 تاش مزخرفه. اگر متوجه شدین کدوم 2 تا داستان درسته، حتما برام توی کامنت ها بنویسین، چون که فکر نمیکنم بتونید حدس بزنید. اولین داستانی که باهاش سر و کار داریم در مورد 2 دوست خیلی صمیمی بوده که از بچگی با هم دوست بودن و خلاصه 3-4 سال بیشتر نداشتن که با هم دوست شدن و حدوداً 10 الی 12 سال با هم دیگه رفاقت کردن. اما یه روز سر یه سرور ماینکرافت و یه سری مشکلاتی که خودتون میدونید ممکنه سر بازی ماینکرافت پیش بیاد، متریالا، الماسا، هر چیزی ممکنه، سر این چرت و پرتا با هم دیگه دعواشون میشه و یکیشون از سرور لفت میده. اما بعد از چند دقیقه یکی از این دو نفر یه اسمس خیلی ترسناک دریافت میکنه، مبنی بر اینکه لوکیشن تو بر اساس مختصات تو دنیای واقعی بده. این بچه هم که واقعا دیوونه بود و احمق بوده وارد گوگل مپ میشه و مقتصاد خودش رو به عددی و جغرافیایی در میاره و اتفاقی که بعدش میفته اینه که اون مقتصاد رو برای اون شخص میفرسته. اون احمق هم خیال کرده بودی که اونم مثل ماینکرافت میتونه یه بازی باشه یا هر چیزی، دوباره میشینه به ماینکرافت بازی کردنش. اما یک رو به دیگه در خونهشون باز میشه و یه صدای شلیک میاد. بچه پشماش میریزه، از خونه میره بیرون و میبینه که رفیقش با یه اسلحه لعنتی توی خونهشون واستاده. واقعا میتونه ترسناک باشه که به خاطر یه بازی ماینکرافت یه دفعه دوستت وارد خونه بشه و بخواد تو رو بکشه. اما داستان میجا ختم نشد. اون وارد اتاق شد، دست و پای رفیقش رو با تهدید بست و وارد سرور ماینکرافت شد و هر غلطی که دلش میخواست کرد. هویجا رو به فنا داد، الماساشو به چخ داد، تمام متریالاشو به فاک داد و بعدش اونو کشت. خیلی میتونه هم خنده دار باشه هم دارک. فکر کن تو رو ببندن به درخت با تهدیده اسلحه و بعدش به تو بگن که باید همه این متریالتو از بین ببرم و بعدش هم خودتو بکشم. خیلی زجرآوره. اما داستان بعدی منتهی میشه به بازی پابجی. بجه داستان از این قرار بوده که تو ژاپن یه اسکواد خیلی خفن شکل میگیره که چند تا تورنمنت خیلی خفن و برنده میشن. توی اسکریما و کلی از مسابقات تورنمنت دیگه قهرمان میشن. خلاصه یه چند وقتی میگذره، این لیدر و کسی که توی اسکواد فرگر بوده دعوا ایجاد میشه. اما طور که میدونید فرگرها کسایی هستند که سگ راشن و راش میدن و نیاز به پشتیبان دارن. اما لیدر گروه کسیه که دستور میده کی چه زمانی راش بده و چه زمانی راش نده که بهش IGL هم میگن. حالا موضوع از این قراره که این IGL و فرگر به شدت با همدیگه درگیر میشن و بحثشون بحث ناموسی میشه و به همدیگه فوشای خیلی بدی میدن. اونا با همدیگه قرار میذارن که توی توکیو همدیگه رو ببینن و از پس همدیگه بر بیان، حالا یا با حرف زدن یا با کارهای دیگه ای. از وقتی که همو دیدن تا الان یکی از اونا هیچ وقت دیگه دیده نشد و اون کسی نبود جز فرگر گروه. میگن دیدره سر فرگر رو زیر آب کرده و اونو کشته. اما به چه دلیلی؟ به قیمت فقط یه بازی، یه راش دادن مسخره یا چی؟ واقعا اگر همچین تجربه‌ای دارین که دوست داشتین کله یه نفر رو سر گیم بکنید، حتما منم تو کامنتو بنویسین، چون هستن همچین کسایی که بخواین کلهشون رو بکنین وسط گیم. داستان بعدی که میخوام بهتون بگم مربوط میشه به بازی فورتنایت. بازی فورتنایت هم مثل بازی پابجی یه بازی بتل رویاله که اونم توش میتونن افراد آنلاینی شرکت کنن و با همدیگه توی مپ به جنگ بپردازن. اما بعد قضیه اینجاست که این جنگ یک بار و برای آخرین بار توی امریکا جدی شد. داستان از این قرار بود که 2 تا فن از 2 یوتیوبر معروف، یکیش که نینجا بوده، با هم دیگه جنگشون میشه و اون یکی میگه نینجا بهتره، اون یکی میگه اون یکی بهتره که اسم اون یکی رو واقعا یادم نیست. خلاصه با هم دیگه دعواشون میشه و اینجور چیزا و میگه من بهترم، میگه من بهترم. خلاصه با هم دیگه بتل میکنن. اونی که فن نینجا بوده اون یکی فن رو دهنشو سرویس میکنه. اما اتفاق بعدی که میفته این بوده که طرف هکر بوده. واو خیلی بد شد.
اون به جز اینکه کل اکانت یارو رو هک میکنه و هرچی پول داره ازش میگیره، دیگه اون شخص هیچ وقت نمیتونه به فورتنایت برگرده، چون توی فورتنایت اینجور اتفاقا باعث آبروریزیه و حتی اگرم میخواد برگرده دیگه نمیتونه به همون آیدی سابق برگرده و همه مسخرش میکنن و به ریشش میخندن. این خیلی میتونه واقعی باشه، شاید این واقعی باشه، نمیدونم، تو کامنتو بنویسید. داستان بعدی که میخوام بهتون بگم در مورد گیم نته. درست شنیدی، یه گیم نت یا همون کلوپ خودمون. داستان از این قرار بوده که چند تا رفیق با همدیگه میرن توی کلوپ و با همدیگه به صورت لن کال آف دیوتی بازی میکنن. اما اتفاقی که میفته اینه که با همدیگه به شدت دعواشون میشه. یکی از اون رفقا زیر میز یه دونه چوب بیسبال پیدا میکنه. میتونید حس بزنید چه اتفاقی میفته؟ آره، میزنه شیشه رو خورد میکنه، کامپیوتر میاره پایین، نمیدونم کیسو نابود میکنه. نه، اون با چوب بیسبال میزنه پس کله رفیقش و کله رفیقش از وسط به دو نیمه مساوی تقسیم میشه. نه چرت و پرت گفتم، این خب با چوب بیسبال که نمیشه، ولی وقتی با چوب بیسبال بزنه طرف کلهش قشنگ میپکه، له میشه. اونم که ریش کرده بود و خیلی عصبی بوده تمام کامپیوتر رو میشکونه و بعد از اینکه آروم میشه واقعا ناراحت میشه. اما دیگه خیلی دیر شده بود و دوستش به خاطر ضربه مغزی جونش رو از دست میده و خب همونطور که میدونید میره زندان و اون دوستش هم که مرده. دقت کنید به خاطر یه بازی چه اتفاقات بعدی میتونه بیفته. مورد بعدی هم مربوط به بازی ماینکرافته که دوتا دوست داشتن با هم دیگه ماینکرافت بازی میکردن و یکیشون هی بازی میکرده به اون یکی نمیداده. انقدر با هم دیگه دعواشون میشه و این وسط بزن میکنن، اون میگه نمیدونم این قبلا سرور من بوده، اون میگه نه من خودم این سرور رو ساختم، این لپتاپ منه. یه دفعه طرف با مش میزنه وسط لپتاپ و لپتاپ صفحه سیاه میشه و خورد میشه. اما واکنش این دوستی که این لپتاپ رو داشته خیلی بد بوده. اون یه کارد میوه باری داشته و اونجا داشتن میوه میخوردن و همون کاردو مستقیم فرو میکنه تو بدنش و بعد از اون رفیق احمقش میمیره. What the fuck؟ یعنی واقعا سر ماینکرافت شما این کارا رو انجام میدین؟ پشمام. مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودی داداش. لایک، سابسکرایب و کامنت یادت نره که باعث دلگرمی منه و با این کار به هم انرژی میدی. موفق و مؤید باشید.